شما شما ناسم نسلی اختفر مم عمود بت از مم عمود الف پایین صفحه امری نهردا اهلی شهر نهردا می فرمایند کل مدعا هر اعلامیه‌ای که شخص روبن داره مجبور میشه زمینشو بفروشه میاد اعلام میکنه پیش دو تا شاهد میگه بدونید شما ها که من دارم مجبور میشم زمینمو بفروشم دلوکتیو ب تاپ آف مم عمود بت اگه درش ننوشته شده باشه انان ید اینان به اون ساده پلنیا ما شاهدها میدونیم که این شخص روبن داره مجبور میشه که این زمینشو بفروشه لاو مدعاهی اگه درش اینطور نوشته نشده باشه این به عنوان شتر مدعا فایده نمی کنه این که بیان شاهدها بگن آه روبن به ما گفت که داره مجبور میشه این زمینشو بفروشه فایده نداره باید شاهدها بنویسن ما خودمون میدونیم این موضوع رو یعنی باید شاهدها واقف باشن همین که روبن به ما گفت doesn't mean anything باید شاهدها به موضوع واقف باشن گمار میگه مدعاد می وقتی میگی در مورد مدعا در مورد چه نوع مدعایی داری صحبت میکنی چه اعلامیه‌ای چه به حساب اعترافی اید گیتا اود متنتا اگه در مورد گت یا در مورد هدیه داری صحبت میکنی و طرف داره میاد میگه ببینید ها من دارم زنمو گت میدم یا من که دارم این چیزمو هدیه میدم دارم مجبور میشم این کارو بکنم ها سو این لازم نیست که شاهدها حقیقتو بدونن به خاطری که گیلوی میل تا به آل ماهی اینجا فقط داره موضوع رو واضح میکنه اینجا اگه بگه که مجبورم کردند که من هدیه بدم یا این گته رو بدم قبولش میکنیم لازم نیست که حتما شاهدها ته موضوع رو بدونن چرا؟ به خاطری که اینجا داره به ضرر خودش داره صحبت میکنه میگه من دارم گت میدم من دارم متنا میدم و اید زوینه از اون طرف هم اگه داریم در مورد فروش صحبت میکنیم مثلا طرف الان پول لازم داره میخواد زمینشو بفروشه ولی نمیخواد واقعا بفروشه سو میگه به خودش میگه این نوبت میچکا میکنم من یواشکی میرم به دو نفر مدعا میدم که من دارم زمینمو میفروشم نمیخوام بفروشم فردا روز که پول گیرم اومد دوباره میتونم میگم بله این مدعا بوده و میرم زمینمو پس میخرم و اینجا ما داریم میگیم که هلاخا اینه که این کافی نیست که همینطور فروشنده فقط بیاد به شاهدها بگه باید شاهدها در مورد موضوع واقف باشن میفهمید و ها امر راوا در صورتی که راوا گفته لو کتوینان مدعا از زوینه راوا میفهمید روی چیزی که فروشیه ما شتر مدعا نمی نویسیم یعنی چی؟ رشبام دو تا کیس میگه لوکت رشبام خط 7-8 پهن میفهمید لو کتوینان مدعا از زوینه نیر الی تعماده راوا میشوم دمرینان لقمان به پیرقین دلیل راوا بخاره که بعدا تو پرق دفمم خط اونجا خواهیم گفت هیل خطا تلویا و زوین هلاخه اینه که اگه آویزونش بکنن بگن بفروش زوینه زوینه رفت و فروخت فروشش فروش هست ولو اماران الا به ساده ستم و فقط در مورد وقتی که صحرا رو معین نکردن مثلا شکاف اوهو لیمکور اخت میسا دوتاف مجبورش کردن گفتن آقا تو یکی از این چند تا صحرایی که داری بفروش به هو بیرر معتمو اخت مهن و خود فروشنده میاد یکی از این صحرا رو مشخص میکنه اون ماخ را و میفروشه دلو هوه اونس اینجا مجبوری نبوده اول به ساده زو ولی اگه اومدن مجبورش کردن گفتن این صحرا رو بفروش لو اینطور نیست به هیلکاخ و بنابراین لو کتوینان مدعا ما شتر مدعا نمی نویسیم وقتی که طرف داره مجبور میشه چه بیاد ساده زو بفروشه یا چه دارن مجبورش میکنن یکی از صحرات رو بفروش شتر مدعایی معنی نمیده چرا؟ دعی به ساده زو اگه دارن مجبورش میکنن میگن این صحرا رو بفروش سو اینجا حالو هوه زوینه اینجا فروشش فروش نیست ولو ساریخ مدعا شتر مدعا هم لازم نداره الا یاوی ادیم شانسوهو
فقط شاهد بیاره که مجبورش کردن و تی باطل شتر مخیرا و شتر فروش رو باطل بکنه بلو شوم و مدعا، بدونی که لازم باشه بگه او من قبل از این کارا رفتم جلوی دوتا شاهد مدعا دادم و ای به ساده ستم. از اون طرف هم اگه داریم در مورد ساده ستم صحبت میکنیم، بهش میگه آقا یکی از این سهراتو بفروش، هر کدومش خواستی ها هفه زوینه زوینه و ان اونس به زه حساده. و اینجا میگیم کیسش کیس اونس نمی باشد. سو بنابراین کیس راوار رو چنین کیس، اگه یه ما رو میخواد اینطوری بپرسه، اگه داریم در مورد فروش صحبت میکنیم که بابا داره زمینشو میخواد بفروشه، راوا میگه لو کتوینان مدعا از زوینه، روی شتاری که داره طرف مجبورش میکنن که زمینشو بفروشه شتر مدعا نمینویسیم، یا ساده ستمه و یا ساده زوه. میفرماید گمارا لعلام ده زوینه، میگه نه واقعا داریم صحبت میکنیم در مورد که اینجا داره ملک میفروشه. اوموده راوا، راوا قبول داره، هی خواده آنیس اگه شخصو بیان مجبور بکنن، او که معسه ده پردسا، شبیه به معسه پردسی که الان گمارا میاره. تو چنین کیسی که الان خواهیم اوورد، اون وقت میگیم مدعا باید بنویسه و این مدعایی هم که مینویسه باید شاهدها بدونن که داره مجبور میشه. اگه اومد گفت شاهدا گفتن حالا این روبن به ما گفت که داره مجبور میشه، doesn't help، این فایده نمیکنه. باید شاهدها بدونن موضوع رو تا تهش، باید بدونن که روبن واقعا داره مجبور میشه. همینطوری روبن به ما گفت فایده نمیکنه. حالا داستان پردس چیه؟ دههو گورا ده مشکن پردسال خوره لیتلت، چنین شخصی میاد گروهی میگذاره تاکستونشو پیش دوستش برای 3 سال که ازش پول قرض بگیره، پول لازم داشته، میره پول قرض میکنه، میگه گروهی، میگه گروهی چیکار کنم، بیا این تاکستونم رو پیشت گروهی میذارم. میفرماید با ترد اخلات لت شنه خزاقا، بعد از این که قرض دهنده 3 سال رو زمین بوده و خزاقا به دست میاره، آمر میاد به صاحب زمینه میگه ایم زبنت لی، اگه اومدی این زمین تو به من فروختی، صحراتو موتاب که خوب و عالی، و ایلو وگه نه کاویشنا لیشتر مشکنتا، من میام این شتاری که این زمین تو پیش من گروهی گذاشتی قایم میکنم، و امین آل قوخاهی بیادی، میگم این زمینه رو از تو خریدم، 3 سالم خزاقا دارم، چیکار میتونی بکنی؟ هیچ کار نمیتونی بکنی، پس به نفعته که بیا این زمینه رو به من بفروشی. داره اینطوری مجبورش میکنه که زمینه رو بهش بفروشه. به های که های گونا کتوینان مدعا. تو مثال چنین کیسی اینجا میگیم ما شتر مدعا مینویسیم. قشنگ قرض گیرنده میره پیش دوتا شاهد میگه ببینید شما بدونید که من اینجا دارم مجبور میشم زمینم رو بفروشم. میان شاهدها بررسی میکنن، همینطور بیاد شاهده بگن آه این با ما گفت، doesn't help، فایده نمیکنه. بعد شاهدها بدونن که واقعا این طرف اومده زمینشو گروهی گذاشته بوده، حالا داره مجبور میشه که این زمینه رو بفروشه، درست، که اون وقت شتر مدعای فایده بکنه. وگرنه همینطوری شاهدها بگن آه روبن به ما اینطوری گفت، فایده نمیکنه. آمر رب یهودا های متنتا تمیرتا، این شتار متانایی که قایمکی انجامش بدن، لو مگبینان به باش نمیشه بری کالکت بکنی. اگه ما رو توضیح میده هی خیدامی متنتا تمیرتا، یعنی چی شتاری که یواشکی قایمکی بنویسنش. آمر رب یوسف دوتا پشاد، رب یوسف میگه ده آمر لهو لسهده، و یواشکی طرف دهنده وقتی میخواسته شتار بده هدیه بده به شاهدها اینطوری میگه زیلو اتمرو، برید پنهان بشید و کیتبولا، و براش بنویسید که من دارم اینو این زمینه رو بهش هدیه میدم، این زمین هرچی. و ایکاد امری، و بعضی ها میگن نه اینکه گفته به شاهدها برید پنهان بشید بنویسید، اما رب یوسف اینطوری گفته
دلو آمر لهو به شاهد ها نگفته تتوو به شوقا، بشینید در بازار او به بریاتا و یا در خیابون و کیت و تیختوو له و براش بنویسید. اینطوری بهشون نگفته، نگفته در اجتماع در محلی که شلوغ پلوخه اینو براش بنویسید. اگه نگفته باشه که در محل شلوغ اینو بنویسید، این میشه شتار متانای پنهانی و با شتار متانای پنهانی نمیتونه گیرنده چیزی رو صاحب بشه. گمار میپرسه مای بینیهو، چه فرقی هست بین این دوتا جوابها؟ گمار میفهمید ایکا بینیهو سه تاما، فرقش اینه که وقتی نگفته پنهانی بنویسید، نگفته در جمع بنویسید. طبق اون جواب اولی که گفتیم، اگه گفت برید پنهانی بنویسید، درست، اون وقت این حساب میشه شتار متانای تمیرتا. اینجا نگفته برید پنهانی بنویسید، پس شتار متانتای تمیرتا نیست، میتونه گیرنده باش کالکت بکنه. طبق مندامری که گفته بود باید در جمع بگه بری بنویسید که شتار تمیرتا نباشه، اینجا نگفته در جمع بنویسید، پس اینجا شتار متانای متیرتا تمیرتا حساب میشه و باهاش نمیتونه گیرنده کالکت بکنه. آمر راوا، راوا میفرماید و هو یا مدعال خبرتا، حتی این شتری که مثلا شتار تمیرتا حسابش بکنیم، شتار پنهانی، گفته برید اینو قایمکی بنویسید که باش گفتیم گیرنده نمیتونه چیزی کالکت بکنه، ولی این شتر مدعا حساب میشه برای شتار بعدی که بنویسه که اینجا رو داره یا میفروشه یا هدیه میده به نفر دوم. توضیح میدم حالا یعنی چی. یه بار دیگه داستان اینطوریه، روبن میاد میگه اوکی برید یواشکی برای شمعون یه شتر چی بنویسید، شتر متانو بنویسید یواشکی که اینجا دارم بهش هدیه میدم. گفتیم فایده نمیکنه، پنهانی چرا بنویسید، پس فایده نداره. اوکی، حالا ولی اون شتار پنهانیه که فایده نمیکنه، کمک میکنه که فردا روز وقتی اومد گفت اوکی همین چیزی که هدیه داده بوده به شمعونو داره میفروشه یا هدیه میده به لوی، درست، اونجا میگیم این حساب میشه به عنوان شتار مدعا که این فروشی که یا هدیه که داره به لوی میده هدیه یا فروش نباشه. آمه رفاپا، رفاپا الان دوباره میفهمیم تو داستان بعدی. رفاپا میفرماید هادرا والاو بفروش ایتمر الا میکلالا ایتمر، این گفته راوا به فروش گفته نشده، بلکه از یک اتفاقی که افتاده ما اینو استنتاج کردیم. داستان چی بوده؟ ده هفو گوراده آزل لقدوش ایتتا، یه بابای پا میشه میره ارس اسرائیل، میخواسته زن بگیره، آمرال زنه میگه نگاه بکن ای کتوت لی کولهو نیخسخ همین آلاخ، اگه تو تموم اموالتو شترمتانو بنویسی همه اموال تو به من میدی من زنت میشم، و ایلو وگه ننویسی لو هاوین الاخ من مال تو نیستم. آزل کتبه لا لکوله هو نیخسه، میاد میره طرف تموم اموالشو به من شتار متانا مینویسه، میخواسته زن بگیره. آتا بریق شیشا، پسر بزرگش میاد، آمرله میگه پدر و هاو گبرا مت هوه آله، میگه سر اون بابا چی میاد، اون بابا یعنی خودش، میفرماید آمر لهو به شاهدها میگه لسهده زیلو بروید ات ایتمورو پنهان شوید به ایور یمینا در محلی به اسم ایور یمینا و کیتووله و برای پسر من بنویسید شترمتانا روی تموم اموال من. شاهد ها هم میرن طبق گفتش انجام میدن، اول میان یه شتار مینویسن برای پسره و بعد میان یه شتار مینویسن برای زنه و میدن به زنه. اول پس شتر همتانا
داده میشه به پسره، بعدن یه شطر تموم اموالش داده میشه به زنه. حالا میفرماید آتول قمد رابا، میان جلوی رابا، آملهو رابا میگه لو مرگانا ولو مرگانا، اینجا نه پسر چیزی صاحب میشه و نه زنه. پسر چیزی صاحب نمیشه به خاطری که شطری که برای پسر نوشته بوده پنهانی بوده، گفته برو پنهانی براش بنویس. حالا از اون طرف چون که شطر اولی پنهانی بوده، این حساب میشه به عنوان شطر مدعا برای شطر دومی که برای زن نوشته، راست؟ و درفور دومی هم چیزی صاحب نمیشه. من دخازا ساور، اون شخصی که دید اینطوری فکر کرد، میشوم دهو یا مدعا لخبرتا. چرا شطر دومی بیفایده است؟ به خاطر که شطر اولی حساب میشده به عنوان شطر مدعا. شطر مدعا گفتیم یعنی طرف میگه من دارم مجبور میشم این کارو بکنم، درست؟ میره پیش دوتا شاید میگه بهتون دارم میگم شما ببینید خوب حواستون باشه که من دارم مجبور میشم، اعلامیه داره بهشون میده. این که اومده هدیه داده به پسرش، اینم حساب میشه پس به عنوان شطار مدعا. دست بایی که زن چیزی نمیتونه کالکت بکنه. یه بار دیگه، من ده خازا ساور، اون کسی که دید فکر کرد میشوم ده هویه مدعا لخبرتا، اوه حتما شطار اولی شطار مدعا بوده برای شطار دومی که برای زنه نوشته و دست بایی که زنه قنه نمیشه. ولهی، ولی اینطور نیست، اشتباه این استنتاج. هاتام موخخا میلتا ده مخمت اونسا هود کاتبلا، اونجا مشخص بوده که مجبور شده بوده بیاد تموم اموالشو برای این زنه بنویسه، میخواسته ازدواج کنه. سو اونجایی که ما میگیم وقتی میاد به پسرش هدیه میده، اون شطر مدعا حساب میشه برای شطر دومی، داره مجبور میشه. بنابراین شطری که برای دومی، شطر دومی که برای زنه مینویسه، زنه نمیتونه باش کالکت بکنه. اول هاخا، ولی اینجا منظور به طور کلی، اگه اومد یه نفر به یه نفر اول یه شطر متانا داد، بعدن اومد همون زمینه رو به یه نفر دیگه فروخ یا تحویل داد، مر نی خاله دلیغنه، عمر لو نی خاله دلیغنه، به دومی میخواد مقنه بکنه، به اولی نمیخواد مقنه بکنه. در طور اومده به اولی رفته گفته پنهانی، درست؟ انبالم رو میدم به تو، در صورتی که میخواد به دومی اموالشو مقنعه بکنه. اینجا دلیل نمیشه که همیشه هر شطار متانایی که یواشکی نوشته شده چی بشه؟ به عنوان شطار مدعا حساب بشه برای شطار دومی. پس شطار همتانه که یواشکی نوشته بشه نه فایده میکنه برای خود گیرنده، و ولی دلیل نمیشه که شطار مدعا حساب بشه برای شطر دومی. ایوای الهو سوال بود تو بت میدراش، ستاما می، اگر دهنده نیومد اعلام کرد به شاهدا گفت شما برید پنهان بشید و بنویسید، و نیومد گفت این کارو در جمع برید و انجام بدید، اونطوری هم نگفت، ستام گفت برید شما شطر متانه بنویسید برای فلانی، نه گفت پنهان بشید و نه گفت اینو این کارو در جمع انجام بدید، آیا این شطر خوبه یا نه؟ ربین آمر لو خیشینان، ربینو میگه اینجا خوشش نیستیم، اینجا نگفته که برو قایم بشو بنویس، پس اینجا شطر متانای خوبیه. در صورتی که رواشی آمر خیشینان، رواشی میگه اینجا نگفته که برو در جمع جلوی همه بنویس، مثل این میمونه که گفته برو یواشکی بنویس، یعنی نمیخواد هدیه بده، و درفور این شطر متانای خوبی نیست. و هیلختا خیشینان، هلاخا مثل رباشیه که چی؟ وی آر خوشش، باید سوتوسپیک بگه که چی؟ برید در جمع این رو بنویسید. حالا لوکت بود رشبام سست، رشبام میفرماید به هیلختا خیشینان،
دلو مگبینان به خشینن، یعنی این شتاره فایده نمیکنه که باش طرف بتونه چیزی کالکت بکنه، به هیلکاخ و منابراین ساریخ لیختوف به تو خشتار. باید در شتار وقتی شاهدها دستور میگیرن که شتار بنویسن اینطوری بنویسن و کخ آمر لانو، اینطوری به ما گفت این دهنده که تووا به شوقا و خاتموها به بارا، شما این رو در بازار بنویسید و امضا بکنید در خارج. و افل گفدل و آمر الا کتوبا لو ستم، حتی اگه فقط اینش به شاهدا گفته برید بنویسید، شاهدا چیکار میکنن؟ میرن و این رو مینویسن که این به ما گفته برید اینو در جمع بنویسید. درست شد؟ اون وقتی که این شطر متانه خوبیه، اول الا کاتول ستم شتر متانا که من شتیق نو خخامیم قامر، به خاطری که منظورش وقتی این بوده که برید بنویسید، منظورش این بوده که برید طریقه که خخامیم تقانه کردن بنویسید. خخامی چیزی تقانه کردن؟ برای که شتر شتر متانا باشه باید بود طرف به شاهدها بگه برای این گیرنده در جمع بنویسید، و درفور شاهد ها حتی اگه نگفته بهشون برید اینو در جمع بنویسید، خودشون می نویسن اینو، به ما گفته که اینو برید در جمع بنویسید که این طبق تقانه خخامیم صورت بگیرد. بشه بشه منسته منسلی اخوی بگین دفت ممالف عمود آلف. پس خزقا باید همراه باشه رباطعی با تعنا. وقتی اومدن به رومن صاحب زمین، میاد به شیمعون میگه با جون تو اینجا چیکار میکنی؟ چجوری خزقه به دست آوردی؟ باید شیمعون باید دلیل بیاره به چه حقی این زمینه بهش رسیده که ما رو توضیح میده. کل خزقه شنی ما تعنا، هر خزقهی که همراه با ادعا نباشه اینا خزقه، این خزقه نیست. که صد مثلا چی؟ آمر لو ما اتا اوسه به تخشلی، روبن صاحب زمینه میاد میگه ببینم شیمون تو زمین من چیکار میکنی؟ به هو آمر لو، شیمون میاد جواب میده شلو آمر لی آدم داوار مولا، کسی هیچ وقت چی به من نگفته؟ از کجا آمدی اینجا؟ کسی به من چیزی نگفته. اینا خزاقا، این خزاقا نیست. باید چی بگه؟ شما خرتا لی، اگه اومد گفت این صحرا رو تو به من فروختی، یا بگه شناتتا لی به متانا، تو به من هدیه دادی، آویخا مخارالی، پدرت به من فروخته، آویخا نتانالی به متانا، یا پدرت به من هدیه داده، راید و 3 سال اینجا من بودم و تو اعتراض نکردی، هر ایزو خزاقا، این خزاقا حساب میشه که بدون شتار زمین مال شیمعونه. و هبا میشوم یه روشا، حالا اومدیم و شیمعون این زمینه رو به ارث برده، میفرماید اینات ساریخ تنها، لازم نیست بدونه که پدرش چجوری صاحب زمین بوده، چجوری زمینه به پدرش رسیده رو لازم نیست بدونه، همین که شیمعون بگه من این از پدرم به ارث بردم کافیه. که ما رو که پشیتا، همه این حرفایی که به من میزنی که باید این شیمعون باید ادعا داشته باشه، خب دونسته است، اگه نه ادعا نداره که خب خزاقا نیست، چه گفتنی داره؟ میگه نه مهود تیما من ممکن بود چی فکر کنم؟ های گبرا میزبن زبناله های ارعا، ممکن بود فکر کنم واقعا این آقای روبن این زمینه رو به این شیمعون فروخته، یعنی شیمعون زمینه رو خریده از روبن، او شتارا حوله و ایرکس، و واقعا یه شتاری داشته شیمعون و گم کرده. و های دقامر هاخی، چرا اینطوری میگه؟ چرا میگه آه کسی به من چیزی نگفت؟ ساور تو فکرش، این که مسخت بابا بطرار نخونده بوده بدون خزاقا یعنی چی، تو فکرش اینطوری میگه، میگه ای امینا میزبن زبنالی های ارعا، اگه من بیام بگم آه من این زمینه رو خریدم، امرلی اخو شتاراخ، میان به من میگن شتارتو بیا نشون بده، حالا من شتارو از کجا برم بیارم؟ در فرمیاد چی میگه؟ میگه آه من نمیدونم، اینطوری فکر میکنه اگه بگه نمیدونم بهتره براش، هیلکاخ لیمال انان، من ممکن فکر کنم پس ما به دین بیایم حرف تو دهنش بذاریم، بگیم دیل ما شتارا حولاخ و ایرکست،
شاید تو واقعا یه شتاری داشتی و شتار تو گم کردی که گون پاتخ پی خال ایلم هو. و اینجا مثل وقتایی هست که ما میم حرف تو دهن طرف میذاریم که لاله نمیتونه برای خودش حرف بزنه، ما میایم شروع میکنیم و کمکش میکنیم که بیاد ادعاشو بکنه. قامشمالا که نه، به دین اینطوری حرف تو دهنش نمیذاره. اگه اومد طرف گفت من نمیدونم اینجا چه کار هستم، این خزاقاش فایده نداره. عین نون بت سیمان، عینش مثلا میشه ربانان. ربانان شغل بیدقا به ارعه. ربانان سیل اومد تو صحراش، تموم اون یک بین صحرای خودش با صحرای همسایه یک دیواری بود، سیل اومد همه رو شست و رفت. حالا به دوباره از نو بیان حصار بزنن. میفرماید آزل ها در گودا به ارعد خوره، میره شروع میکنه این حساره رو میزنه تو زمین همسایه ندونسته. آتا لقمه در رب نخمان، فردا روز کیس رو میارن به دین جلوی رب نخمان. آمرله زیل ها در رب نخمان به رب آنان میگه چی حسار اومدی زدی جلوتر بردی، رایت اینجا باید برگردی بری تو زمین خودت، دوباره از نو حساره رو بیاری عقب تو زمین خودت حسار بزنی. یعنی تو زمین خودت منظور بین دوتا زمین ها، نه که تو زمین همسایه. گمار میفهمید به ها اخزی قیلی، میگه بابا من اینجا خزاقا دارم. حالا خزاقا افکرس نه که 3 سال خزاقا دارم از بیگانسی. میگه این بابا خودش به من کمک کرده که این دیواره رو بزنم. سو آمرله که من، تو مثل کی هول میکنی که فکر میکنی این خزاقه حساب میشه؟ که ربی یهودا و ربی اشمائل ده امری کل به فاناب لعل طرف خزاقه. میخوای مثل ربی یهودا و ربی اشمائل بگی که اگه لعلتر رایده به شخص بیاد رفت رو زمین طرف، طرف مقابل هیچی نگفت، این خزاقه حساب میشه؟ ربی یهودا کجا داشتیم؟ ربی یهودا تو میشنا گفت اگه طرف تو اسپانیا باشه، اومده رفته تو اسرائیل، شیمون رو زمینش، درست یه سال طول داره که خزاقه به دست بیاره، یه سال برن بهش خبر بدن، یه سال بیاد اعتراض بکنه. یعنی اگه همون کنار هم دیگه بود میبودن، رایدوی هیچی بهش نمیگفت، خزاقه میشد. یا مثل ربی اشمائیل که بعدن گمار خواهیم دید، گمار میگه تو بعد اینا اگه فکر میکنه مثل اینا میخوای بگی لیتیل خطا که با تایهو، حلاخا مثل اینها نیست، تو هیچ خزاقایی نداری، برو عقب. میفرماید آمرله و ها آخیل، میگه اینجا این طرف مخیلا کرده. ده آتا به سیع به گودا به هدای، اومده با من کمک کرده این حساره رو با هم دیگه زدیم، چی برگردم برم عقب؟ خود همسایه اومده کمکم کرده. آمرله مخیلا به تاوتی، رب نخمان میگه ببخشید ها، این طرف فکر میکنه تو رو مخیلا کرده، این مخیلا نیست، اشتباهن تو رو مخیلا کرده. ات گوفاخ تو خودت ای هویت ات لو اودت، اگه تو خودت میدونستی که داری این حسار رو تو صحرای همسایه میذاشتی نمیرفتی همچین حساری رو اونجا بزنی. مسیح گبول ایسور توراست، ایسور تورا انجام میدادی؟ نه. کی هی خید ات لو هوا ید ات، همونطوری که تو نمیدونستی هونا می لو هوا یاده، این بابا هم نمیدونسته، اوما که کمکت کرده فردا روز میبینه اه این حساره چرا اومده تو زمین من، ولی اون موقعی که کمکت داشته میکرده که خبر نداشته. therefore اینجا خزاقایی نداری، باید برگردی. بابا بطر دف مم الف عمود بیت از مم الف عمود الف شروع میکنیم. رب کهنا مم الف عمود الف دو خط از پایین. رب کهنا شاغل بیدقا به ارعه، رب کهنا سیل اومد تو صحراش. آزل ها در گودا به ارعا دل و دیده، شروع میکنه حصار میزنه تو زمینی که مال خودش نیست، اشتباهاً شروع میکنه حصار میزنه تو صحرای همسایه. آتل قمه درب یهودا، کیسو میارن جلوی رب یهودا. آزیل ای تی تری سهده، میره دو تا شاهد میاره. خد آمر ترتی اوسیاتا آل، یکی از شاهدا میگن بله این دو تا ردیف وارد صحرای دوسته شده
و خدامر یکی از شاهدها میگن تلت اوسیاتا آل سه تا ردیف وارد صحرای دوستش شده. سو آمرله رب یهودا پسخیل میکنه بله آقای رب کهنا زیل شلم ترت میگو تلت، برو دو ردیف از این سه ردیف رو پس بده به همسایت. اینجا یه شاهد میگه دو ردیف، یه شاهد میگه سه ردیف، پس حداقل تو دو تا ردیف وارد زمین همسایت شدی، برو اون دو تا ردیف رو پس بده. آمرله رب کهنا میگه که من، به خاطر اینکه فکر میکرد اگه دو تا شاهد همدیگر رو تضاد دارن با هم دیگه این میشه ادوت باطل، ادوتشون باطله، این داره میگه دو، این میگه سه، هم دیگه به حرفشون با هم دیگه مساوی نیست. تو میگه طبق کی داری میری؟ جواب میده رب یهودا که ربی شمعون بن الازار، من شیطای ربی شمعون بن الازار رو فارو میکنم. دتن یا آمر ربی شمعون بن الازار، ربی شمعون بن الازار میفرماید لو نخلقو بچه میوبت هیلل الشت کیت ادیم ش اخت عمرت مانه و اخت عمرت متعیم. بچه میوبت هیلل بحث نمی کنن، اگه ما دو تا گروه شاهد داریم، دو تا گروه مختلف ها، که یکیشون میگه روبن صد زوز به شیمون بده کاره، دو تا شاهد دیگه یه گروه دیگه میگن روبن 200 زوز به شیمون بده کاره، شیش بیخلال ما تاییم، ما نه، ما میگیم حداقل 100 تو 200 هست، پس حداقل روبن 100 به شیمون بدهکار هست. المن نخلقو، بحث به چمه به تیل سر چیه؟ الکت اخت، وقتی که یه گروه شاهد بیشتر نداریم، یعنی دو تا شاهد، شعه خادومر ما نه و خادومر ما تاییم، یکیشون میگه روبن 100 زوز بدهکار به شیمون، یکیشون میگه روبن 200 روز بده کارو به شیمون. شبت شما یمریم نخلقا ادوتان، بهت چه میگن؟ میگن آه این ادوتان نمیتونه با هم دیگه جمع بکنی، این داره میگه A، این داره میگه B، حرفشون تضاد داره با هم دیگه، این شاهد ها با هم دیگه جمع نمیشن. و به تیلل یمریم یش بیخلال متعیم ما نه، به تیلل میگن نه، حتی تو کیسی که دو تا شاهد بیشتر نیست، یکی میگه 100 یکی میگه 200، هنوز حداقل اون که داره میگه 100 اون که میگه 200، پس حداقل 100 و روبن به شیمون بده کاره. سو اینجا هم همینطور، یکیشون میگه تو دو تا ردیف اومدی وارد صحرای همسایه شدی، یکیشون میگه سه ردیف، یش بیخلال ما تایم مانه، تو حداقل دو ردیف وارد صحرای همسایه شدی، برو دو ردیف ها رو پس بده. آمله رب کهنا میگه بابا جان و هم میتین آلاخ ایگر تا میمه اراوا، من میتونم برات یک نامه بیارم از خخمه اسرائیل، خخمه ارس اسرائیل، ده این هلاخا که ربی شیمون بن الازار، بابا این تو این تو مثل ربی شیمون بن الازار پسخین میکنی درست، من میتونم برات نامه بیارم از خخمه ارس اسرائیل، هلاخا مثل ربی شیمون بن الازار نیست، که اگه دو تا شاهد داریم که همدیگر رو ضد هم دیگه میگن، خخامی میگن این دو تا شاهدشون باطله. عمله لخی تایتی میگه بله، یه روزی که اون نامه رو بیاری بعدن دوباره میتونیم بشینیم و این کیس رو دوباره قضاوت بکنیم، ولی فعلا باید بری دو تا ردیف رو بهش پس بدی. هاو گوراد دار به قشتا، شخصی که زندگی میکرده در شهر قشتا، به ایلیتا در اتاق کوچک زیر شیروانی اربع شانه دوستش برای مدت 4 سال، آتا مارد بیتا، صاحب خونه میاد اشک خ طرفو پیدا میکنه تو اتاق کوچک زیر شیروانی. آمله می بایت به های بیتا، میگه تو این خونه داری چیکار میکنی؟ آمله می پلن یا زوینتا، من اینو از فلانی خریدم، دزونا میناخ و فکر کنم فلانی هم اینو از تو خریده. آتل قمه در رفخیا، کیسو میارن جلوی رفخیا. آمرله میگه بینم تو که میگی اینو از فلانی خریدی، ای ایتلاخ سهده، اگه تو شاهد داری ددار به ایهو دیزونت مینه، که اون کسی که تو ازش خریداری کردی یعنی فلانی، اگه زندگی کرده تو این
اتاق زیر شیروانی و افیلو خدیوم ها حداقل یک روز اغمینا لا بیاداخ. میگم اوکی، حداقل یه روز تو این اتاقه، این که تو میگی ازش خریدی زندگی کرده اونجا، و من میگم تو ازش خریدی و درسته 4 سال هم بالا بودی، خزاقه به دست آوردی، حداقل 3 سال بودی، پس اون وقت میشه این اتاق زیر شیروانی میشه مال تو و ایلو. ولی اگه نمیتونی شاهد بیاری که کسی که تو ازش اینو خریدی فلانی اونجا یک روز زندگی کرده، لو تو اینجا خزاقا نداری، اینجا خزاقایی که داری بدون ادعاست، ادعا باید باشه همراه با خزاقا که بله من اینو از تو خریدم. اینجا که نمیگه از تو خریدم، میگه از فلانی خریدم. فلانی کیه؟ یه روز حداقل باید اینجا زندگی کرده باشه که فلانی حساب بشه. میفرماید آدم رب هوه یا تیو نا قمد خبیبی. رب میگه من نشسته بودم جلوی محبوبم عموم رب خیا و امریلا، و بعضی میگن و امریلا، و بهش گفتم و خی این آدم آسوی لیقخ و لیم کر بلیلا. میگه من یه نمیتونه طرف بیاد یه جایی رو همونجا صبح بخره شب بفروشه بدونی که یه شب توش زندگی بکنه، نمیتونه صاحب یه محلی باشه حتی اگه یه شب هم توش نخوابه، صبح خریده زور فروخته، لازم نیست که حتما یه شب اونجا خوابیده باشه زندگی کرده باشه که بفهم بگی که باید مخزق باشه. سو اینجا میفرماید که روخیا قبول کرد حرف رو رو و خزیت لدعته. رو میگه که دیدم دعت روخیا هم همینطوره و اینطوری هولد میکنه، میگه ای آمر له، اگه اومدی ما این خریدار یا مخزیق اومد گفت به صاحب نگاه بکن قمعی دیدی زبنا میناخ، تو میگی من تو طبق زیر شیروانی تو چیکار میکنم؟ جلوی من از تو این فلانی اینجا رو خرید، این که من ازش خریدم، این جلوی من اینو از تو خرید مهمان. اون وقته که این دیگه لازم نیست رعیا بیاره، همینطوری قبولش داریم. میگوده ای بایی آمرله، به خاطری که اگه میخواست میتونست بگه انا زونتا میناخ، من از تو خریدم، راحت میتونست بگه مخزاق به صاحب خونه بگه آقا من اینو از تو خریدم. اینجا تو کیس ما ادعا نمیکنه که من اینو از فلانی خریدم که جلوی من از تو خریده، اینجا مطمئن نیست که آیا فلانی از اینو از تو خریده یا نه، برای همین اینجا حساب میشه خزاقاش این ایما تعنا، خزاقایی که باش ادعای همراه نیست. آمر راوا کواته درب خیا میستبرا. راوا میفرماید به نظر میاد که حق با رب خیا باشه، باید طرف مخزاق رعیا بیاره که بله حداقل فروشنده یه روزی تو این خونه زندگی کرده. دقاتانی و خاطری که تو میشنا داریم هبا میشوم یروشا اینو تاریخ تعنا، اگه کسی مخزاق روی زمینه داره میگه من اینو از پدرم به ارث بردم، لازم نداره که دلیل بیاره که از کجا پدرش اینو به دست آورده. حالا تعناهو دلو باه، لازم نیست که دلیل بیاره که پدرش از کجا اینو به دست آورده، ولی ها رعیا باه، ولی حداقل باید رعیا بیاره که پدرش مخزاق بوده یه روزی تو این زمینه زندگی کرده. همینطورم فروشنده گمان میخواد بگه باید مخزاق رعیا بیاره که حداقل فروشنده یک روز تو این زمینه زندگی کرده. That's a رعیا for گفته روخیا. گمان میفهمید نه، از اینجا برای روخیا دلیل نیست، به خاطری که به دیل ما لو رعیا باه ولو تعنا باه. شاید کسی که از کلیم یروشا میاد میگه اینو من از پدرم به ارث بردم، نه لازمه به رعیا، نه لازم نیست بگه بله اینو پدرم حداقل درش یه روزی زندگی کرده، نه لازمه ادعا داشته باشه که بگه پدرین از کجا به دست آورده، هیچی لازم نیست. و ای باید ایما، یا اگه بخوای بگم نگاه بکن، حتی هم اگه بگی آره از یورش بخوای دیوغ بکنی و بگی چی؟
و بگی همونطوری که یورش احتیاج به تنا نداره ولی رعیا لازم داره. رعیا یعنی چی؟ وارثه میاد میگه آقا من اینو از پدرم به ارث بردم، ولی باید ثابت بکنه حداقل پدری یه روز اونجا زندگی کرده. ولی سر خریدار رعیایی نمیخواد. و ای با ایتایما گبار اینطوری جواب میده، شانی لقیه، حتی اگه سر وارث ما احتیاج به رعیا داریم، سر خریدار کیسش فرق داره. دلو شاده زوزه بیختی، به خاطری که آدم خریدار الکی نمیره پولشو بره بندازه تو آشغالی. کسی که میخواد بره زمین بخره میره اول دقت میکنه، میره جستجو میکنه، میره ببینه این زمین مال کی بوده، از کجا اومده. درست الکی که نمیره بره به این بابا بگه، هر کسی که میاد بگه اینجا مال منه میخوای بخری، بره باش پول بده، دیوونه که نیست طرف. میاد دقت میکنه و پولش الکی تو آشغالی نمیندازه. پس باز میشه گفت که از میشنا برای رفخیا رعیایی نیست. ایبا یا لهو، حالا اسومین که هلاخا مثل رفخیاست، اوکی؟ و با یه بار دیگه خزارا بکنیم گفته یه رفخیا رو. رفخیا گفته بود طرف اگه اومده رفته تو اتاق زیر تاخچه خونه زندگی کرده، صاحب خونه میاد میگه تو اینجا چیکار میکنی؟ میگه اینو از فلانی خریدم، فلانی هم از تو خریده. میگه رفخیا باید بره رعیا بیاره که این فلانی یک روز حداقل تو این خونه زندگی کرده. صد اگه طبق این اسامشن بریم که هلاخا مثل رفخیا است، ای بایالهو نیر آبو مای، حالا اومدیم و ندیدیم که این بابا رفته تو این محل زندگی کرده، و بلکه شاهدا دیدن که این طرف رفته داشته تو زمین اونجا اندازه گیری می کرده، کشت و زرعی نکرده، کاری تو زمینه نکرده، درست؟ ولی شخص رفته، اون بابایی که اومده زمینه رو فروخته به شخص سالس، اونجا داشته اندازه گیری می کرده. آیا این اندازه گیری هم مثل این زندگی کردن توی محل می مونه یا نه؟ آمر ابیه هی هی، میگه بله دقیقا همونه، اندازه گیری کردن زمین مثل این میمونه که تو این محل زندگی کرده باشه. راب آمر نه، دلیل نمیشه که اگه یه نفر اومده زمین اندازه گیری کرده حتما خریده. آوید اینیشته سیر ار آ ولو زابین، امکان داره که شخص بیاد بره زمین رو اندازه گیری بکنه ولی نخره. درست شد؟ پس بنابراین رفخیا لازم داره به رعیای بهتر از این، و اینجا مخزیق نمیتونه کیسو ببره بیاد بگه او من اینو از فلانی خریدم، فلانی کجا بوده، فلانی اینجا رو داشته اندازه گیری میکرده. It's not gonna help. حالا شلوشا لقاخوت،